صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار گزارشی در مورد مرگ کودکان در دریای مدیترانه هشدار داد یونیسف در تازه ترین گزارش خود می گوید شمار کودکان پناهجویی که برای عبور از مدیترانه تلاش می کنند در سال جاری میلادی دو برابر سال گذشته است به گفته یونیسف فقط در سال جاری میلادی 289 کودک در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به قاره اروپا جانشان را از دست دادند صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که به این ترتیب هر هفته دست کم 11 کودک در تلاش برای زندگی در امنیت و آرامش و رفاه جانشان را از دست می دهند. گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که در پنج سال اخیر 1500 کودک در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختند. آمار یونیسف از کودکان جان باخته در, در دریای مدیترانه در حالی منتشر می شود که نهادهای حقوق بشری می گویند معمولاً به علت نحوه عملیات نجات مهاجران و نامنویسی نکردن آنها پیش از عبور از دریای مدیترانه بی تردید شمار کودکان قربانی بیشتر از آمارهای رسمی است. بر اساس گزارش ها در حادثه مرگبار ماه گذشته در دریای یونان که حدود 700 پناهجو غرق شدند تعداد زیادی از زنان و کودکان هم حضور داشتند.